سلام آقای بهنود، 20 بهمن 40 سال پیش افتاد به جامعه. خب خوبه دیگه، الان یه فرصتی پیدا کنیم که بریم از جمله اینو بگیم. وقتی روزنامه رو بررسی میکنیم طبیعتاً چون مهمترینش رو میبینیم، انگار که همه یک دست شدن و همه پیش از موقع، یعنی حتی قبل از اینکه انقلاب پیروز بشم، تمایل پیدا کردن به یه جنا. اینطوری نیست. گاهگاه صداهایی بلند بود، نمیشه گفتش که خیلی میدرخشید، ولی بود. فقط کافی است که شما در نظر بیارین که وقتی که خانم مهشید امیرشاهی مقاله نوشت که در روزنامه آیندگان چاپ شد، این حادثه مهمی بود. چرا؟ به دلیل اینکه اولین باری بود که کسی وارد صحنه شد که اتفاقا آقای شاپور بختیار هم شخصا نمیشناخت، تا سالها بعدم ندیده بودش، و این نویسنده باهوشی که قبلا تو کارهای سیاسی ازش مقاله نخونده بودیم وارد صحنه شد، گفت چرا ازش کسی حمایت نمیکنه، چرا حرفای رو گوشه. این حرف بدیعی بود که زده شد. بیشترین چیزی که به عنوان تک صدایی اگه ازشون یاد بکنیم مقاله خانم امیرشاهی بود، اما تنها نبود. در ترامصبر یک مقاله مفصلی چاپ شد که مجبور شدن ریزش کردن که بتونن کل مقاله رو چاپ بکنن، از منوهر میثاقی که معتقده که باید به جای نظام فاسد استبدادی در جستجوی نظام دموکراتیک بود، و به همین دلیل هم معتقد است که جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست. البته به حالت سوال مطرح کرده، ولی این سوال رو با یه مقاله کاملا ریاضی تطبیقی بر بنیاد فلسفه و به اصطلاح برداشت علمی ثابت کرده است که نمیتونه نظامی که صحبت ازش میشه دموکراتیک باشه. مقاله دیگه هم هست از مینو مشیری که مثل اینکه جوابیه به آقای دکتر ساعدی که میگه بی‌انصافی نکنید. بله دیگه، این مقاله خانم مشیری هم مهمه به خاطر اینکه دکتر ساعدی به هر حال سخنگوی و بیان جناح چپ بود و از همین زاویه وارد شد و همون جایی قرار داشت که بیشتر جناح‌های چپ در اون روزگار قرار داشتن، و به هر حال یه آدم محترم صاحب نامی هم بوده که از چهره‌های اصلی روشنفکری ایران. خانم مشیری به جنگ او رفت، اونم باز در حمایت از آقای بختیار، برای اینکه میگه که پس با کدام یک از برنامه‌های آقای بختیار مخالفت دارن، و میپرسه که شما چطور به خود اجازه میدهید از طرف تمام مردم ایران صحبت کنید. بله، وقتی که او داره توجیه میکنه این مخالفت‌ها رو، میگه پس شما نظرتون با اون یکیه. یعنی در حقیقت این مقاله خیلی به اصطلاح میشه گفتش که شجاعانه بود تو اون شرایط. در همین روزها یک مقاله دیگه‌ای هم تو آیندگان چاپ شد، جانشای درخشانی. اون هم مقاله تندی بود. بله، اون مقاله هم تقریبا مضمون مقاله آقای میثاقی رو داشت، منتها حالا نه به اون گستردگی ولی رفت. ولی بذارید ببینیم فردوسی اتفاق مهمی توش افتاد. آقای مهدی بهار نویسنده معروفی است که به هر حال در همون روزها، در همون سالها، در حقیقت باید گفتش که کتاب معتبرش خوانده شده بود. حرفش این بود که اولا به انقلاب میگفت شورش انقلابی، اینم تو اون شرایط ذره بدیع بود. بعد میگه که حاکمیت فقها بر مردم به جانشینی از خداوند صورت میگیره و به این لحاظ نمیشه باهاش گفتگو کرد. میگه پس بنابراین یه حاکمیتی میشه که چون جانشین خداست جای گفتگو با مردم براش باقی میمونه. این مقاله چاپ شد و فردوسی دچار مشکل عجیب و غریب شد، یعنی از اطراف فشارهای بسیاری بهش وارد کردن، به طوری که فردوسی بعدش یک دو تا مقاله رو منعکس کرد، ولی فشارا بیش از این بود و تمام نمیشد. در نتیجه یک صفحه دایر کرد که در شماره بعدی خانم مهرانگیز کارم شد مسئول اون صفحه به عنوان حقوقدان، و اونها نشستن و انبوه نامه هایی رو که در جواب می اومد، البته یک دو تا هم در تایید می اومد، اونا رو سر سامانی دادن و تا هفته های بعد ادامه دادن، و همین مقاله بالاخره سرانجام دکتر بهار رو در یه وضعیت بسیار مشکلی انداخت. میخواین یه نگاهی هم بکنید به مقاله آقای مصطفی رحیمی؟ واقعش این هستش که وقتی که آقای رحیمی رو نوشت که یک دو روز قبل از رفتن شاه بود، تکان دهنده بود. ما نامه های سیاسی داشتیم که افراد نوشته بودند و با نخست وزیر، به شاه، اینا به خصوص توی یه سالی که فضای باز سیاسی اسمش بود زیاد نوشته میشد، ولی مقاله آقای رحیمی دیگه جدا از این بود. استاد برجسته حقوق وارد صحنه شد و با یکی دوتای خیلی جدی و بر بنیاد یک برداشت علمی سوالای بسیار جدی در مورد دموکراتیک بودن حکومت آینده کرد. البته اینم گفته باشم که در این فاصله روزنامه‌ها و به خصوص مجلات
شروع کردن یه مصاحبه هایی کردن، مصاحبه معروفی با شاملو در تهران مصور دیده شد، مصاحبه معروفی با داریوش فروهر در امید ایران و مجلات و نشریات دیگه، و تو این مصاحبه ها و حرفایی که زده میشد حرفای بسیار جدی بود که نوشته میشد و مقالات دیگه هم، یعنی مقصدم اینه که همین اندازه که ما بهش اشاره کردیم نبود، بیشتر از این است. صورت ممنون آقای بهنود. یه دو روز دیگه باقی مونده که دوباره روزنامه های اون روزها رو ورق بزنیم با هم.